سلام بچه ها، امیدوارم که اوکی باشید. امروز بهتون میخوام سبک لوفایی رو یاد بدم و چند تا ترفند خیلی خفنم بهتون یاد بدم که باش هر صدایی میتونید به لوفایی تبدیل کنید. بچه، لوفایی مخفف کلمه لوفدلیتی، یعنی وفاداری کم، که حالا اینجا منظور از وفاداری کم وفادار نبودن به کیفیت اصلی آهنگاست، چون امروز آهنگا همه لودنس خیلی بالایی دارن و کیفیت ها همه خفن، ولی توی بیتای لوفای اکثرا کیفیت ها خیلی پایینه و بیشتر شنونده آروم میشه با کار. یعنی ماهیت بیتای لوفای، آهنگای لوفای، توی آرام بخش بودنشونه. به نظر منم اینجوری تنظیم کننده یا کسی که داره آهنگو میکس و مستر میکنه خیلی کارش آسون تره، چون الان همه دارن علمشون رو میبرن بالا که لودنس کارو ببرن بالا و توی تنظیم یا توی میکس و مستر حرکاتی بزنن که کیفیت آهنگ چند برابر شه. ولی اینجا شما باید کیفیت صدا رو خراب کنید و این به نظر من خیلی آسون تره نسبت به سبکای دیگه. خب بریم سر وقت آموزش. اول از همه برای فضا دادن به کار باید یه صدا انتخاب کنید که من معمولا از پیانو استفاده میکنم. بچه توی ساخت بیتای لوفای معمولا از آکوردای 7 یا 9 استفاده میکنن. مثلا برای گرفتن لامینور نمیان همون لامینور رو بگیرن، میان لامینور 7 یا لامینور 9 میگیرن که الان بهتون یاد میدم. من الان دوتا آکورد انتخاب میکنم و با اون کار رو استارت میزنم. یه دونه لامینور 7 که کدش 0 3 7 که به این صورت میشه. هر نوتی رو اول انتخاب کنید با این کد، آکورد مینور هفته همون کلید رو به ما میده. الان من نوت اول رو روی لا گذاشتم، با این فرمول آکورد هفته همون نوت رو به میده. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این شد آکورد لا مینور 7. یه بار گوشش بدیم. خب حالا همین کد رو روی کلید دیگه هم پیاده میکنم. مثلا روی کلید می. سرعتش هم خورده میارم پایین تر، مثلا روی 100 میذارم. روی 110 میذارم. خب یه خورده فاصله آکوردها رو زیاد میکنم. یه فید این هم میکنم با کلیک راست. خب بذارید من ساستنش رو باز کنم. که نوتا کشیدشن. جنس صدام هم یه خورده سافتش میکنم. این شد آکوردامون. حالا یه خورده صدا رو کیفیتش رو از بین میبریم. یه افکت خفنم برای لوفا کردن توی پچر هست. هیومنایزر. خب بچه یه افکت خیلی خفن دیگه هم توی FL Studio هست با پلاگین کنوالور.
با کانوالور میتونید، حالا به تلفظش رو نمیدونم دارم درست میگم یا نه، ولی با این پلاگین شما میتونید صدای دیگر هم قاطیش کنید و یه صدای خیلی خفن و یونیک در بیارید. مثلا یه صدا بندازم توش. حبابو که بزنید خورده وایت ترش میکنه، خوشگل تر میشه. میبینی چه خفن شد؟ الان برش سرم نگاه کنید، داره گریه میکنه انگار. ولی اینا رو که روشن میکنم واقعا خود لوفایی میشه، حس شب و چیل و آلترنیت رو به آدم میده. خب نوت بیسش هم میذارم زیرش که طبیعی تر شه. اولین نوتش رو کپی میکنم، شده از بکراندمون. حالا یه لوپ تور میخوایم مثل صدای گیتار که اضافه کنیم رو کار. خب از نوت های تشکیل دهنده همون آکوردام همینو کپی میگیرم میارم تو صدای گیتار، پیست میکنم افکت همون پیانو رو بدم به این ببینم چه شکلی میشه. همچین بدم نیست. اول بدون همون درستش میکنم. مثلا یه کاری میکنیم، میام کل افکت های همون لاین رو کپی میکنم توی چنل 8 و اینایی که نمیخوام رو میوت میکنم فعلا. فعلا فقط براش یه دونه ریورب میذارم
که کارم رو انجام بدم و آخر سر رو هر بلایی خواستم سرش میارم. خب از همون نوتا میخواستم در بیارم، چرا پاکش کردم؟ گیتاریلیا یه سری آپشن ها داره که میتونیم از اون آپشن ها استفاده کنیم که گیتارمون خفن تر شه. این کلید های قرمز رو نگاه کنید اینجا، اینا رو اگه هر کدوم فشار بدیم یه کاری انجام میدن. میبینید؟ اونی که من گذاشته بودم به نوتا ویبره میده. میبینید خیلی نرم و اسلو اونجوری حسی میزنه بیشتر تا اینکه بخواد سفت بزنه. باعث آرام بخش شدن کار میشه، یعنی چون داره آروم و خیلی فینگر تاش میزنه حس خوبی هم به کار میده. بازم یه سری آپشن ها داره، میتونیم زدن و یعنی اون کسی که داره گیتار میزنه بازم نرمتر بزنه. یه سری دیگه دوگمه ها داره، الان بهتون نشون میدم. اینا هستن. Thank you.
تری مایر هم اینجا بهش بدیم باحال میشه فکر کنم. با پلاگین جی تی آر سالو تول رک هم شد از گیتارمون یه خورده به نظرم ناقصه، یعنی شما بیشتر باید روش وقت بذارید و یه لوپ خفن و کچی در بیارید. براش یه ریتم هم درست کنیم همونجور که گفتم، باید کیفیت سمپل ها رو بیارید پایین. حالا من یه سمپل میارم ببینم تا چقدر میتونیم کیفیتش رو دستکاری کنیم. صدا رو انتخاب میکنم، میچینم، میارم اونجا، میذارم آخر سر همشون رو درست میکنم. مترونوم رو روشن میکنم، ریتمی که میخوام رو میچینم،
اسمشم درست کنم. خب بچه گفتیم که باید صدا رو کیفیتش رو به لوفای تبدیل کنیم. خب اول صدا رو خورده دور کنیم با ریورب. سایزش رو زیاد میکنم، مودلاسیونش هم زیاد کنید بچه. این ناب مود رو بیارید بالا. دمپ هم بیارید بالا. خب مهمترین پلاگین اینجا همین ایکیوه که باید فرکانس تریبلو های میدش رو بگیریم. که کیفیتش خراب شه. تا جایی که استایل خود کارم به هم نخوره، یعنی اینجوری نباشه که کلا بزنید کیفیت سمپلا رو از بین ببرید، از ریشه خرابش کنید، اینجوری هم نه. برای اینکه بهتر متوجه شید باید آهنگای لوفای زیاد گوش بدید، یا مثلا از ریتم یه کار خوشتون اومده عین همون رو سعی کنید بزنید، بدید بزنید که کم کم حرفه‌ای شید و گوشتون تقویت شه. صدای های هتمونم صدای عجیب غریبیه. این هم بهش یک کنترلر میدم. نه باحال نیست. خب میریم تو پیانو رول. بچه چیدن های هات و درامز کلا سلیقه‌ایه، اینا رو میتونید هر جا بذارید. وقتی اینو بیارید روی سل بذارید یا روی یک چهارم بذارید، روی هر کدوم از این خطا بذارید، درست گذاشتید و اینکه فالش نیست. Thank you.
احساس میکنم گیتارمون یه خورده زیاد داره میزنه واسه اولش. یکم نوتاشو کم میکنم. تکراری نباشه میام از این یه مکانیک میگیرم، نوتاشو تغییر میدم. صدای کلپم روی خورده دیزاین کنم. صدای کیک هم تقویت میکنیم. خب حالا یه باس هم میخوایم که دیگه کارمون تکمیل شه. برای باس زدنم هم آکوردا رو کپی میکنم، اولین نوت تشکیل دهنده هر آکورد هم میشه نوت باس هم، که به این صورت. خب بعد تا زیر هر کیک یه بیس میذاریم. ریزترم کار کنیم.
شکلی بالتر بود. یه ریورس هم میکنمش اینجا. بچه یه پد هم اگه اضافه کنید میتونید به عنوان کراس از اون قسمت استفاده کنید، چون کارهای چیلن اینا، آرام بخشن، نباید زیاد شلوغ باشن. بیشتر با پد بازی میکنن، با وکال بازی میکنن. حالا من وکال نیاوردم تو کار. من همینجا صداشو کات آف میکنم. که به لوفای نزدیک شه. خب برای پد زدنم بچه ها فکر کنم قبلا بهتون یاد دادم. همه آکوردها رو کپی میکنیم. اسمش رو درست کنم اول.
خب همون آکوردا رو کپی میکنیم، این پایینش رو بذار پاک کنم، نوت هفتمش هم بردارم. ازش دوتا کپی میگیریم، یه دونه هم میذارم اکتاو پایین، یه دونه همون جایی که بود. توی اکتاو پایین دوتا نوت بالا رو پاک میکنم، توی اکتاو بالا پایینی و بالایش رو پاک میکنم، فقط وسطی رو میذارم. یه اکتاو میبرم بالا، میبینید چقدر دارک شد. حالا اینو من رو هر صدایی پیاده سازی کنم خیلی خفم میشه. خب اینم میذارم از اینجا شروع شه، جمع چند تا افیکس بیاریم اضافه کنیم که یهو شروع نشه. این همون افیکسیه که توی همه کار استفاده میکنم ازش، خیلی معروفه، این توی کار همه بوده. خب بچه شما با همین منوال میتونید تا آخر کارتون رو بسازین و از هر صدایی سمپل لوفایی در بیارید. این هم از لوفیدلیتی امروز. امیدوارم که با تمرین و تکرار به اون چیزی که میخواید برسید. مشتی هستید.